به نام خدا و با عرض سلام. گزارش ششونیم این هفته را به چگونگی بررسی پالایشگاه های شرکت غزنفر و وارد شدن پریماگون به کشور اختصاص داده ایم و تلاش کرده ایم تا چگونگی وارد شدن این مواد نفتی و اتهام دخیل بودن برخی از مقام ها در این کار را دریابیم. بانک افغانستان به ارزش میلیاردها دلار ذخایر معدنی دارد، اما هنوز هم وابسته به نفت و گاز کشورهای دیگر است. اداره مستقل استاندارد میگوید که سالانه کشور به 3 میلیون تن مواد نفتی نیاز دارد و تمام این و مواد سوخت به کشور وارد می شود. در حالی که تمامی مواد سوخت مورد نیاز کشور وارد کشور از دیگر کشورها می شود، چند ماه پیش شرکت غزنفر یک پالایشگاه نفت خام و نیمه خام را در شهرک حیرتان ساخته است. رئیس این شرکت میگوید که این پالایشگاه سالانه ظرفیت تولید 500 هزار تن نفت را دارد، در حالی که 10 سال پیش حکومت ورود هر گونه نفت تصفیه ناشده را به کشور منع کرده بود، اما شورای وزیران در ماه ثور امسال برای آزمایشگاه پالایشگاه مواد نفتی غزنفر گروپ به این شرکت جواز وارد کردن 10 هزار تن مواد نفتی خام گوناگون را داد که بر بنیاد این جواز غزنفر گروپ اجازه یافت تا مواد نفتی خام را به کشور وارد کند و در پالایشگاه هایش پالایش و به بازار عرضه کند. اما پس از آن اتحادیه شرکت های وارد کننده مواد سوخت در برابر این تصمیم شورای وزیران واکنش نشان دادند و گفتند که پالایشگاه غزنفر گروپ توانایی پالایش پریماگون را که یک مواد زهری خطرناک است و برای محیط زیست مضر می باشد ندارد. از همین رو حکومت این پالایشگاه ها را مهر و موم کرد و هیئتی را برای بررسی این پالایشگاه ها به حیرتان فرستاد. شورای وزیران به روز 25 ماه قوس امسال دوباره به شرکت غزنفر اجازه فعالیت داد. این تصمیم شورای وزیران یک بار دیگر واکنش وارد کنندگان مواد سوخت را برانگیخت. ارجابی هیئتی بود که وقت ما استاندارد افغانستان را مطالعه میکنیم، تیلی که در پالایشگاه نفتی غزنفر گروپ تولید میشه متناسب با استاندارد و از این نقطه نظر کدام مشکلی دیده نمیشه. در کنار از این هیئت دیگری هم از سوی اداره ملی حفاظت محیط زیست توضیح شد تا اداره ملی حفاظت محیط زیست هم ارزیابی خود را به ارتباط داشته باشد، چون مطابق با قانون محیط زیست افغانستان وقتی یک چنین پروژه عظیم و بزرگی قرار راه اندازی شود، چی در جریان آغاز راه اندازی و چی در جریان فعالیت، میشه ارزیابی اثرات محیط زیستی را انجام داد. مطابق با گزارشی که اداره ملی حفاظت محیط زیست برای ما ارائه کرد، باز هم ایتل از لحاظ کیفیت متناسب با استاندارد موجود ارزیابی شد، ولی توصیه بیشتر برای بود که باید نظارت جدی و لازم صورت بگیره تا ای که پالایشگاه متناسب با استاندارد فعالیت های تولیدی خود را ادامه بدهیم. اعضای این اتحادیه این فیصله شورای وزیران را انتقاد میکنند و میگویند که غزنفر گروپ با یاری مقام های حکومتی توانسته است این مجوز را بگیرد. اعضای این اتحادیه میگویند که پالایشگاه های غزنفر به گونه جدی بررسی نشده اند. اتحادیه وارد کنندگان مواد سوخت خواهان بررسی پالایشگاه های غزنفر گروپ از سوی کارشناسان اروپایی هستند. اعضای این اتحادیه میگویند که برای این کار این اتحادیه 120 هزار یورو میپردازند، اما این پیشنهاد از سوی حکومت رد شده است. بررسی نشده از طرف کمپانی. من میفهمم یک کسی ممکن بررسی کرده باشه، ولی کمپانی که یکی از کمپانی های معتبر جرمنی بود و موافقه شد که اونا بیان تحقیق کنن و بررسی کنن، متاسفانه برای از اونا اجازه نداده. اگرچه 19 هزار یورو پرداخت پول اول به کمپانی داده شد و پس آنا اگه اینا می آمدن در افغانستان و پالایشگاه رو می دیدن 75 هزار یورو دیگام به اینا داده می شد و اینا را هم خودی تاجران می دادن، ولی متاسفانه مداخله شده این کار و اونا نامدن و اینا پیش از اینکه تحقیق صورت بگیره، بررسی صورت بگیره، یک بار دیگه به اجازه داده شد که از این تصفیه کار گرفته شود و مطلقا در پشت سر از این فساد است.
با مسئولیت مسئله خدمت شما میگم. حکم رئیس جمهور در مورد آوردن یک هیئت بی‌طرف بررسی و تایید کارخانه و ظرفیت های از او عملی نشد. یک نامه از مقام معاونت دوم ریاست جمهوری عنوانی اداره آیسا رفت. سه ماه اونا تال دادن، تماس های با او کمپانی گرفتن، بالاخره امو قرار گفته رئیس آیسا کمپانی مذکور تهدید شد از طرف بعضی علاقات که اگر بیایی جانت در خطر است، نباید بیایی. کارشکنی زیاد صورت گرفت. بعد از او در ملاقات بعدی که با جلب ماب معاون دوم مقام رئیس جمهوری و رئیس کمیته اقتصادی شورای وزیران صورت گرفت، اونا شکایت کردند که امر مقام رئیس جمهوری از طرف آیسا درست تطبیق نشد و لذا اینا رفتن و حکم دادن که اتاقای تجارت و صنایع وزارت تجارت این کار انجام بده. مکتوب ثانوی برای بر مبنای امو حکم مقام رئیس جمهوری داده شد برای وزارت تجارت که هیئت بازرس بین‌المللی بی‌طرفه که در دنیا اینا صلاحیت ابراز رأی و نظر دارن، شما بخواین تا حقیقت قضیه معلوم شوه که آیا این گپ ممکن است یا ممکن نیست. بالاخره چند روز بعدتر بدون ای که از جانب مقام ریاست جمهوری کدام حکمی در این مورد صورت بگیره، دوباره گفته شد که هیئت نیه. اصلا هیئتی نیامده. کسایی که موظف بودن از طرف حکومت که این خیانت باید بررسی بکنن و یایی که دانسته و دیده و ای را امضا کردن، ما برای زیاد یک نام یافته نمیتونم. اگر بگویم خائن در قالب نمیشینه. اگر وی خائن ملی دوام راحت نمیشن، فقط نام از اشخاص. خوب متوجه بگیم کسایی که فهمیده ای را امضا کردن یا فقط قاتل تدریجی 30 میلیون ملت افغانستان است. در قسمت البته از طرف حکومت مشکل نبوده، اداره آیسا از ارگان هایی بوده که به ارتباط مسئولیت داشته و در این راستا کار میکنه، با چندین شرکت بین المللی معتبر در تماس بوده، ولی تا هنوز زمینه آمدن از او هیئت در افغانستان فراهم نشده. ما در تماس بودیم با اداره آیسا، ولی نقطه ای که هستی که بعد از اینکه فیصله صورت گرفته و همچنین این فیصله در شورای وزیران مورد تایید قرار گرفت، بعد از او باید این موضوع پیگیری شود از طرف اداره محترم امور که معمولا مسئولیت نظارت بر تطبیق فیصله های شورای وزیران را داره، که مرجع معتبر بین المللی بیاید و در قسمت نظریت خود را بده. بر حال در قسمت آمدن یک چنین شرکت معتبر بین المللی زمینه باز هست و ما متعهد هستیم به اینکه این شرکت باید بیاید ارزیابی خود را در افغانستان انجام میده. ارگان های زیربط در قسمت کار خواهد کردن، اما تا آمدن از او شرکت را ما نمیتوانستیم که فعالیت از این پالایشگاه نفتی غزنفر گروپ را تعطیل نگه داریم، به خاطر از اینکه شرکت غزنفر گروپ یک سرمایه گذار هست در افغانستان. به منظور تشویق سرمایه گذاری هم ما لازم میبینیم که یک سلسله سهولت ها و تسهیلات را فراهم بکنیم. معطل کردن فعالیت های غزنفر گروپ یقینا باعث آسیب عظیم و شدید بری شرکت میشد. و اما رئیس دفتر کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور کرزی که ریاست این هیئت را به عهده داشت میگوید هیئت با صلاحیت این پالایشگاه های غزنفر را بررسی کرده است و نتایج این بررسی ها نشان میدهد که این پالایشگاه ها به استاندارد منطقه کار میکنند و پس از این کار شورای وزیران فیصله کرده است تا غزنفر گروپ دوباره کارش را آغاز کند. زمانی که یک تصفیه خانه میخواد تازه احداث شود، ابتدا از طریق وزارت تجارت صنایع پیشنهاد میشه به کمیته
اقتصادی شورای محترم وزیران در اونجا باز به ادارات زیره وظیفه داده میشه تا از ظرفیت از اینا یک بررسی صورت بگیره. در اون زمان هم مسئولین تکنیکی اداره ملی استاندارد جزء هیئت بودن که ریاست چه وزارت محترم تجارت صنایع داشت و از تصفیه خانه بازدید به عمل آورده بودن. البته زمانی که هیئت ما به اونجا مراجعه کرده بود، از مواد خام یعنی از نفت خام اونا تیل تولید کرده بودن و برشان اجازه هم داده شده بود که از نفت خام اونا میتونن که یک تعداد مشتقات مشخص نفتی را تولید بکنن. البته زمانی که این مشکل پیدا شد، دو هیئت تعیین شد که از جانب مقام عالی ریاست جمهوری که در ترکیب هر دو هیئت نماینده اداره ملی استاندارد حضور داشتن و اونا عملا هم از تصفیه خانه دیدن کردن شرایط تکنیکی تصفیه خانه را و گزارش خود در جمع هیئت اونا دوباره به مقام عالی ریاست جمهوری دادن. هیئت بررسی شما در جریان هستین 13-14 نفر بودن که از شرکت های وارد کننده مواد نفتی گویا اتحادیه مواد نفتی هم یکی از عضو هیئت بودن که مثلا از ریاست جمهوری، از وزارت تجارت، رؤسای از آیسا، از محیط زیست، از اداره انسا، خیلی 13-14 نفر بودن که رفتن چک کردن. از شرکت بین‌المللی جیوکیم آمدن مواد ما را دیدن و پریماگون مثل که به دوستای ما به بیننده های عزیز همه می فهمن یک اصلا به نام نفتا گفته میشه، پریماگون سلاح روسی ازی است. نفتا از نفت خام گرفته میشه. وقتی که ما نفت خام تجزیه میکنیم، اولین فرکشنش نفتا به دست میاد. دو هیچ گونه زهر وجود نداره، دو هیچ گونه مواد اضافی یا غیر از این که در پترول و دیزل و تی سی یک شما میبینین، در ال پی جی، در گاز مایع شما میبینین، هم شکل هستن. یعنی همه از اینا یک ماده هستن. بعد از اینکه اینا آمدن بررسی کردن و مواد تصفیه شده ما را دوباره به جیوکیم که یکی از شرکت های بین‌المللی در افغانستان موجود هست و از شورای وزیران پاس شده قراردادشان با انسا، اینا هم چک کردن دیدن که پترول E80 که ما پروسس میکنیم مطابق استاندارد ملی است و بین‌المللی هم شد. این پترولایی که شما میبینین از طرف روسیه میای، از ترکمنستان میای، از ازبکستان میای، همه از اینا همسان هستن. با توجه به این ارزیابی هایی که صورت گرفت، در آخرین جلسه ای که در دفتر کار جلالت مآب معاون دوم ریاست جمهوری با حضور وزرای محترم تجارت و مالیه و اقتصاد و همچنین معاونان وزارت تجارت و رؤسای اداره ملی حفاظت محیط زیست و کمیسیون انرژی اتمی و اداره نرم استاندارد و تعدادی از ارگان‌های دیگر صورت گرفت، در این جلسه مجدداً این موضوع مطالعه شد و مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت و سرانجام در این جلسه فیصله شد که با توجه به دیدگاه‌ها و نظریات هیئت تکنیکی ما می‌توانیم که اجازه فعالیت مجدد پالایشگاه نفتی غزنفر گروپ را صادر بکنیم. از سوی هم در حالی که اتحادیه شرکت های مواد سوخت میگویند هیئت بین المللی که قرار بود برای بررسی پالایشگاه نفت غزنفر به افغانستان بیاید، اما حلقه هایی در حکومت مانع آمدن این هیئت به افغانستان شدند. رئیس دفتر معاون دوم رئیس جمهور کرزی میگوید که تلاش ها درباره آمدن یک هیئت بین المللی برای بررسی پالایشگاه های غزنفر ادامه دارند و قرار است به زودی این هیئت به افغانستان سفر کند. یک مرجع معتبر بین المللی هم باید از بیرون خواسته شود تا آنها هم ارزیابی خود را انجام بدهند. در صورتی که او مرجع معتبر بین المللی تشخیص بده که فعالیت های از این پالایشگاه متناسب با استاندارد نمی باشد، در اون صورت به طور طبیعی دوباره عین برخورد صورت خواهد گرفت. در این حال غزنفر گروپ هم یک تعهد کتبی را به مقام محترم ریاست جمهوری داده که هرگاه چی از طرف مرجع معتبر بین المللی و چی از طرف مرجع معتبر داخلی تشخیص داده شود که فعالیت های غزنفر گروپ، فعالیت های پالایشگاه غزنفر گروپ متناسب با استاندارد موجود نفتی نمی باشد، این شرکت پاسخگو خواهد بود و هر نوع اقدامات قانونی که علیه صورت بگیره آن را قبول خواهد کرد.
و در این حال تعهد را سپرده که تمام تلاش های خود را انجام خواهد داد تا فعالیت های پالایشگاه نفتی غزنفر گروپ متناسب با استاندارد پذیرفته شده افغانستان که البته در منطقه هم معمول هست مراعات شود و مطابق با این استاندارد فعالیت های خود را تنظیم بکنند. این نه تنها بالای ما تطبیق میشه، بالای همه شرکت ها و دو فابریکی دیگه ما شما داریم، شما در جریان هستید حیرتان سه فابریکه وجود داره، بالای فابریکات، بالای شرکت های تولید کننده مواد نفتی و بالای ما پیشنهاد کردیم و تعهد دادیم که هر زمان هر ارگان دولتی و یا شرکت معتبر جنس ما را میگیرند، تحلیل و تجزیه میکنند و میبینند که مطابق استاندارد نیست، ما جوابگوی هستیم که 100% مواد ما مطابق استاندارد هست و پترول پمپ هایی که در کل افغانستان است باید چک شود که همه چیز باید مطابق استاندارد باشه. از سوی دیگر در حالی که شورای وزیران به غزنفر گروپ اجازه داده است تا سالانه 500 هزار تن مواد خام و نیمه خام نفتی را به کشور وارد کند، این کار با واکنش تند دیگر بازرگانان مواد سوخت در کشور روبرو شده است. این بازرگانان میگویند که این فیصله شورای وزیران به معنای در انحصار قرار دادن تجارت مواد سوخت در کشور است که فعالیت های دیگر بازرگانان را صدمه میزند. 12 سال تجارت افغانستان ضربه خورده، از این خاطر که بعضی تاجرا، هر تاجر اگه خواست بخواه آرزویش است که توسط حکومت رقیب خود بزنه و این روز به روز زیاد شده و از این کم شده. می تجارت کثیف جریان داره و به ضرر مردم افغانستان، به ضرر حکومت افغانستان، به ضرر تاجرا. 106 کمپانی دیگه که در می تشبث هستن، امرا یک تعداد کمپانی های کوچکتر دیگه که هستن در حوزه غرب و جنوب غرب، اینا کلش از کار زندگی ماندن، تمام زیر ساخت های از یا بلاستفاده مانده. آنچه بنابرای مصوبه شورای وزیران در مورد تورید دوباره پریماگون صادر شد، ما را بسیار مایوس کرد. ما توقع نداشتیم که شورای وزیران از انحصار، فرار از مالیات و مالیات و تخریب محیط زیست و سلامتی مردم توسط تیل به کیفیت که پریماگون جانبداری کنه و تمام راه های رقابت را مسدود کنه. قانون اساسی صراحت داره که بازار آزاد است، اما در بازار آزاد یک بام دو هواست. متاسفانه که دولت از یک گروه معلوم الحال پشتیبانی میکنه. خواست ما اینمی است که دولت صدای ما را بشنوه، دروازه‌هایش برای ما باز بانه. ادعایی که تاجرای یک تعداد تاجر مواد نفتی کرده بود اینا رد شد. لابلاتوار بین‌المللی ایره مشخص ساخت که جنس را که ما از ترکمنستان خریداری میکنیم جنس یکی از مواد است که از نفت خام به دست میاد، هیچ گونه زهر دو وجود نداره، چون مواد نفتی زهر نمی باشه. امیدوارم به خاطر تحلیل نتایج لابراتوری یک هیئت جداگانه دیگه از جانب مقام ریاست جمهوری تعیین شد که اونا هم در راستای معیارهای تکنیکی که داشتن، چون استادای پوهنتون پلی‌تکنیک کابل هم عضو از این هیئت بودن تحت ریاست رئیس عمومی انرژی اتمی افغانستان، اونا این را تحلیل کردن و گزارش را دوباره به مقام ریاست جمهوری دادن. آنچه که فیصله شورای وزیران صورت گرفته در روشنایی همین دو گزارش بودن. چون این چیزی انحصاری نیست، ما با تقاضاهای زیادی مبنی بر ایجاد پالایشگاه‌های نفتی برای اعمال پالایشگاه‌های نفتی در افغانستان مواجه هستیم و حتی به امی تجاران معترض هم گفته شده که اگر شما خودتان اقدام بکنید به ایجاد عینی چنین برخورد با شما هم صورت میگیره. اتحادیه وارد کنندگان مواد سوخت، وزارت تجارت و صنایع و اداره نور و استاندارد و نیز گمرک افغانستان را در وارد شدن پریماگون و کشور مقصر می دانند. آنان می گویند که غزنفر گروپ هر تن این مواد را $860 خریداری کرده است. اما غزنفر گروپ برای گریز از محصول گمرکی در گمرک افغانستان اسناد را جعل کرده است و نوع مواد را نفت خام ساخته است و بهای هر تن مواد نفتی را $300 به حکومت افغانستان محاسبه کرده است. اما غزنفر گروپ می گوید که هیچ کار غیر قانونی را انجام نداده است. متاسفانه که در افغانستان مداخله بسیار شدید و قوی از طرف
مامورین عالی رتبه دولت در اقتصاد صورت میگیره برای منافع خودشان. یکی از معضلات بسیار بزرگ و خراب کنی که در افغانستان در 12 سال شده شریک شدن وزرا و والی ها و مامورین عالی رتبه با تاجراست و این شریک شدن بازی عزیزی میشه که رقابت بزنن و این ما متواترن با حکومت خاطر نشان ساختیم که در این مورد توجه جدی مبذول دارن و ممانعت از شراکتی مامورین عالی رتبه با تاجرها شوند. در او نرم استاندارد متاسفانه است، مواد نفتی و تیل گاز وزارت تجارت است، بخشی از اداری شمال در ولایت بلخ دخیل است، وزارت تجارت دخیل است، بخشی از وزارت مالیه که اسناد جلیل نادیده میگیره و ماده پخته را باعث ماده خام محصول میکنه، از 186 دلار میگیره، از او 7.5 دلار میگیره. آل بازور 4.5 صد قیمت گذاری کرده بعد از مصوبه شورای بودن، در حالی که خودش 860 تا 915 را میخره. در افغانستان تو یک تصفیه خانه نیست که پریماگونه با پتول تبدیل بکنن. این خلاصه گپ است. هیچ کدام تصفیه خانه تال در افغانستان وجود نداره. چی برسه که یک مکسر در وجه اکتان گت میشه و ایره بگوین که پریمامون جور میشه؟ اگر امایه گسترده میبود فابریکه ما را کسی بسته کده نمیتونست. دولت همه گیره به یک نگاه میبینه، ولی کلیه که ما نو پیشتر کردیم که دولت چرا مواد پخته را که یک شرکت با سه نفر کارمند، یک شرکت با 3000 نفر کارمند مواد خام میاره کار زدائی میکنه به یکش میبینه، ای کمک واری گلی ما هست. ولی به نظر ما حمایه دولت با پشت کل تاجر است. اگر تنها مشخصا بر ما می بود فابریکه ما هیچگاه استاد نمی شد، 120 روز ما بیکار نمی بودیم. ما هم یک چنین خبرهایی را می شنیدیم که تعداد از ارگان ها تحت تأثیر شرکت غزنفر گروپ قرار گرفته، اما کدام نشانه ای که حاکی ازی باشد ما دریافت نکردیم. بانک استخراج به تصفیه نفت و گاز کشور می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک فراوان نماید، اما نبود سیستم کارآمد اقتصادی، وجود مافیای اقتصادی در درون دولت و نیز تبانی وارد کنندگان مواد نفتی در بلند بردن بهای مواد نفتی همیشه مانع رشد اقتصادی کشور و پایین آمدن بهای مواد نفت در کشور شده است. دولت افغانستان هیچ برنامه‌ای برای اداره بازار ندارد. پیش بینی از اوضاع اقتصادی در کشور از سوی مسئولین صورت نمی‌گیرد. از سوی هم برخی از مقام‌های دولت یا خود دارای شرکت‌های بزرگ نفتی هستند و یا هم با صاحبان شرکت‌های بزرگ نفتی با آنان رابطه دارند که این کار سبب شده است تا بهای مواد نفتی روز به روز افزایش یابد. در چنین وضعیت بعید به نظر می‌رسد که این شرکت‌ها نفت کاملاً تصفیه شده را به بازار عرضه کنند. خدا نگهدار.